صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جهان سپهر از قرائت دلنشین و سخنان زیبای آقای نظری و اکنون پیام بنیاد خیریه حمایت از نخبگان افغانستان به مناسبت افتتاح بندهای آب دهقان و گلستان. مردم شریف و سربلند پاتو با تقدیم هزاران سلام و احترام و آرزوی عزت و سلامتی، باید گفت مراسم افتتاح بندهای دهقان و یکی از اتفاقات بسیار مهم و تاریخی برای کل مردم افغانستان و جاغوری و به خصوص مردم همت بلند پاتو می باشد. انه بسم الله الرحمن الرحیم. برای اتحاد اتفاق مردم ما در گوشه کنار دلنا به خصوص این جمع، برای پیشرفت و موفقیت مسافرین ما در سراسر عالم، بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ما در قدم اول حضور گرم مهمانان عزیز را از گوشه و کنار جاغوری، برادران محترم سیقل، برادران محترم تقوس، برادران محترم سنشانده، برادران محترم لومان، برادران محترم سنماشه و مهمانان از نقاط مختلف جاغوری، مدیران محترم مکاتب پاتو، ملا امامان مساجد، مستفیدان و جوانان، خواهران و اهل رسانه را که در جشن سازندگی و افتتاح بند دهقان و گلستان به افتخار مسافرین و خیرین کشور ساخته شده است، همه تان را خیر مقدم از بکنم. خوش آمدید، مقدمای همه تان گلباران باد. برادران و خواهران عزیز، حضور شما را در اینجا خیر مقدم میگویم. من دوست دارم امروز یک سفر تاریخی کوتاه را مرور نمایم. همکاران عزیز، چنانچه از قصه های بزرگان ما و داستان‌های مروج منطقه داشتیم، همین صد سال پیش منطقه ما محل سکونت حیوانات و انواع جنگل‌ها بوده است. منطقه سرسبز، آباد و زیبا و مرور زمان به اثر رشد جمعیت است. مردم ما با زراعت بیگانه شدند، با کشت و کار و زمین بیگانه شدند و اقدام نیکی را که مردم پاتو روی دست گرفتن به همکاری جوانان خیر و مستعید و مسافرین عزیزی که در بیرون از کشور هستند ما را فراموش نکردند و خوب است که از آنها هم یک تشکری داشته باشیم و یک جهان سپاس که در هر شرایط و در هر زمان مردم خود را فراموش نکردند و دست مردم را گرفتند. دوستای عزیز، در رابطه با زندگی اجتماعی ایجاد بندهای آب، چرا آب زندگی است؟ کشورهایی که آب دارند طبیعت زیبا دارند، مردم سالم دارند، مردم شاداب دارند، مردم تازه دارند. اما کشورهای متاسفانه که در
تهدید خودسال آقا کماد آقا خشگاه ها قرار دارند، مردم متأثر و دلزده هستند، از زراعت بیگانه هستند، زندگیشان زندگی کم کم زندگی ماشینی شدند، از حالت طبیعی بیرون شدند. و یکی از اهمیتی که بنده های آب در منطقه مهم و ضروری است اینه که آب خودش مهم است، اما باید ارزش آب را بدانیم و خصوصا آبهای شیرین و با کیفیتی که در افغانستان هست. مسئله دیگر در رابطه با اهمیت بندهای این است که ایجاد بندهای آب در واقع نوعی مبارزه با فقر و تنگدستی و گرسنگی هست. شما بیاد دارید گذشتگان ما، پدران ما آرد قضاق را نمیشناختند، داری پیشابور را نمیشناختند، سبزی قندهار رو جلال آباد را نمیشناختند. چرا؟ چون مردم خودشان کار میکردند، زحمت میکشیدند، آب فراوان داشتند. و امروز ما که در معرض خطر تهدید آب قرار داریم باید فکر فراتر از آنچه بکنیم که زندگی ما حداقل توسط مردم صورت گرفت. ایجاد بزرگترین پروژه سدسازی در جمهوری بودند که با مدیریت بسیار خلاقانه و با ابتکار عمل شاهد از این بودیم که با شفافیت بسیار کامل، همدلی، برادری و رفتار بسیار قشنگ برای مردم، کارمندان، این باعث شدند که در سر تا سر جمهوری این الگو و این سرمشق بشه برای سایر مردم عزیز ما در نقاط مختلف جمهوری که دست به پروژه های عامل منفعه و خیرخواهانه بزنید. و امروز ثمره ای همدلی شما، این اتحاد و تلاش شما باعث شده که مردم عزتمند جمهوری ما یک الگوی بسیار نیک سازندگی در سر تا سر افغانستان باشد. و ما این افتخار بزرگ مدیون دوستان ما از مردم محترم، متمدن و بافرهنگ پاتو است. و امیدوار هستم که این فرهنگ سازندگی فراتر از جمهوری در نقاط مختلف هزارستان و افغانستان ادامه پیدا کنه و مردم ما از فقر، تنگدستی و محرومیت بیرون شود. و امیدوار هستم که دوستان عزیز ما به این نقطه که از سر تا سر جمهوری امروز اینجا حضور پیدا کردن توجه داشته باشند که شفافیت، کار جمعی، تلاش، سمرش همچنین برنامه بسیار بزرگ می باشه و امروز ما شما می بینیم عملا که چقدر موثریت برای منطقه و آبادی جامعه ما شما دارد. پیام سوم ما شامل سپاسگزاری از تمام خیرین عزیزان ما. بیبه هاست نفس بکش، کوه با صلابتش را نگاه کن، با تپه ها، تنگه ها و رود ها و آن کنده های بیبایش حقا که زیباست. جهان سپاس از آقای فرهاد کریمی. و اکنون افتخار دعوت دارم از بانو شایسته بشارت. با نام یاد خدا عرض سلام خدمت تمام یک روز تمام بندهی که در جاغوری نمکار از زنان است یک روز انشالله کلکش پر از آش نه کلکش کاش تکمیل شده و امیر خان یک افتتاحیه بودیم بنده کلکشی آقای افراسی بکشیم یک تکشیف میریم و یک تشکر ویژه از تمام مسئولین بند دهقان و بند پلیسه. شما بیشتر پلیسان که زیاد زحمت کشیدن بخصوص آقای احمد و آقای حسینی یک بخص تراشو شما بزاشید. I should have done that.
از طرف یک برادر ما سیامک اخلاقی از استرالیا مبلغش 29,000 تومان من اولشم 29,000 تومان در حال حاضر اسم من میرم اونی جا چرا بیرم
فقط من آدم فقط مختصر بگم مسافر تعلق نه بچه نمشه دخترام دخترای جاغوری هم ما هر کس هر مخیر که باعث شده این بنده و بنده های دیگری در جاغوری در سر سر جاغوری جور شنه واقعا خدا نجش به پایان کنم ساعت دیدونم هزاران به در آخرت خدا بلدش نصیب کنم نه تنها از مسافرین عزیز از مخیرین عزیز بلکه از عزیزانی از ما از والایگان غیگانی از ما قدرهای خوب ما نازلین از ما که زحمت کشیدن و این بند را در این جور دیدن خداوند عزیز را به پایان کنه این بند از همه را فقط مربوط پاتو نمشه بند از کل جابویه در هر گوشه و کنار افغانستان که سازندگی می شود این مربوط همه افغانستان است با امید آن روز که اتحاد همه ما حفظ باشد و شما دیگر بین ما اقوام مطرح نباشد انسانیت و مسلمان بودن مطرح باشد بر محمد و اهل بیت محمد صلوات دوستا تقدیر شما بودم گفت نه مصارف بند دهقان چند شده و مصارف بند گلستور چند شده ما به نمایندگی از مردم شریف پاتو از اعضای کمیته مالی بنده ها را خوب مدیریت کردم و حسابشان شفاف بودم ما مورد قبول همه مردم پاتو مردم افغانستان است ما اینا را تایید میکنیم اواید کلی بند دهقان بوده 32,85,008 افغانی اواید کلی بند دهقان 32,85,008 افغانی مصرف کلی بند دهقان شده 33,81,765 افغانی باقی داری بند دهقان که از این موز بند دهقان باقی عزیزان اینجا کار کردن بینشان کار کردن و کمپنسیشان کار کردن از اون ما 1,22,350 افغانی باقی من از همینجا سر خیلی سلام میکنم بودم کسی در اما همت کاری را داشت باشد یه قرید پاریز ما را بخیر بیدیه که ما از عزیزان قریزدار نباشد از بند خب مسئول کمیته مالی ما به این بند خوب مدیریت کردن شفافیت را به وجود آوردن امین برای موفقیت عبدالحسین و خانواده ایشان بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اینیش دیگه اینیش از مربوط آقای حسینی میشه اینیش هم مربوط استاد رضایی و استاد رضایی مدیر مکتب دیگه آقای رضایی صاحب هم بسیار خوب کار کردن در همه از او شهادتنامه بچه ها خواهیشن خوب پوش کردن خوبشان هم امضا کردن ما فقط مختصر با شما میخونیم کل مصارف بند گلستور کل مصارف شما از تا 14,26,087 افغانی 14,26,087 افغانی یعنی اشتم اصف شد کل کمک ها که در بند گلستور ده چهار پول را ذخیره کردن 2,213 افغانی ما همینجا میگم که آقای رضایی صاحب کرمی شما مسئول هستیم که دوباره در قسمت کانال سازی بند این مطلب بند کلستو بخیر این پول مطلب مصرف بسنید خیرین هم در خدمت شما هست و خیره تا اون پولشان هم خدمت شما خواهد آمد و از تمام خیرین و مسافرین که کمک کده بلده ازی بند و سایر بند پایی که مثلا در جاغوری تاسیس میشه جهانی سپاس و تشکری را و از طرق بنیاد خیریه خیریه حمایت از مخاطبان افغانستان یک لحظ تقدیر را بلده مردمی سرکلندی پاتو ای را تقدیر رو که خب قرادار صاحب به هر جای کس تشریف بیره و گرفتن باور به خدا من با او دل و نیتی که در ذهن دارم برای شما میگویم گاهن یک پروژه از صفر شروع شده و حتی یک قران در جیب نبوده وقتی آغاز شده و صدا کردیم مسافرین عزیز ما که در هر جای بودند لبیک گفتند این بند اولین این که همت و تلاش مردم منطقه بوده و اونهایی که بانیان این پروژه ها بودند واقعا این تلاش ها و زحماتی که
آغاز شده و اینها از اول تا زمانی که نقش مهم را بازی کردند و از این روزنه ها برای او عزیزان میگم که اهم از برادران اهل خلود اونهایی که در این بنده ها سهم بی‌شایبه‌ای گرفتند جهان تقدیر و تشکر میکنم. خداوندا به حق این روز جمعه و به حق نازدانه امام حسین رقیه عزیز خدایا الله اجر این عزیزان ما را از خیرین و مسافرین ما را ضایع نکند و اماتشان و غریق رحمت در هر کجای از کشور هستند پیروز و مسلم و آباد باشد بر محمد و آل محمد صلوات. مؤمنین بزرگوار اهم از مسافران جوانان خواهران و مادران همینطوری که نشسته اید روز جمعه است و همگی روحا به سمت قبله تقدیر کنیم از خدای عالم که این نعمتهایشون را برای ما ارزانی دادن. و یکی از خواهران ما اینجا اشکال کردن گفتن که کمک را هم زنها کردند و هم مردا چرا از زنها اسم برده نمیشه. ما از تمام خواهرانی که در هر کشوری که هستند از تمام جوانان عزتمند و غیور و قهرمانی که در هر کشوری هستند توسط خشکساله ها و توسط جنگ های خانمان سوز آواره شدند و رفتند از همهشان از زن و مردشان جهان تقدیر و تشکر دارم. آباد و سربلند باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم ذا الإحسان بحق الحسين عليه السلام وبحق تسعة المأسومين من ذرية الحسين عليهم السلام. پروردگارا مهربانا در این روز جمعه همه مسافرین عزیز ما اونهایی که به هر نحوی در این بندهام و کارهای عام المنفعه سهم گرفتن و سهیم بودن خدای الله سفرشان رو بی خطر فرما در غربت بیمارشان نگردان خدایا یا الله. اما تو گذشتگان مؤمنین و مؤمنات اما تو حاضرین در مجلس خدایا یا الله در ارواحشان از جمع ما شادمون گردان پروردگارا مهربانا بارندگی و رحمت Thank you.